مختصریابی در اضلاع با تعیین عدد ویدیه و ترشورد سطح و حجم باید با دقت خاص انجام شه تا اپراتور بتونه محدوده هدف اصلی رو تشخیص بده و با تغییر اعداد در ویدیو و ترشورد سطح 8 تعیین کنه که هدف اصلی در اونجا هست یا نیست و اندازه‌گیری بین نقاط دیواره داخلی و خارجی برای به دست آوردن یک ضلع و کامل یک ضلع و حرکت برای اونها بسیار مهمه که این اپراتور بعد پیاده بکنه تا بتونه شرایط رو درست و مشخص کنه برای جهت‌یابی. بعد از اینکه کلیه عملیات توسط اپراتور انجام شد، یه عملیات ویژه وجود داره یا عملیات خاصیه یا عملیاتی که در شرایط عادی میتونه در ضلع‌های شرقی و به غربی پیاده کنه. شما زمانی که از قسمت شمال به سمت جنوب حرکت میکنید، پشت به غرب و رو به شرق دارید، در موقعیتی که بین نقطه M و N یا نقطه مقابل هدف قرار میگیرید، آنتن چپگرد خواهد داشت. این وضعیت عادی و دقیق بنابر عدد VDI و ترشولد سطح و حجم مورد نظره که اپراتور بعد اینو به دست بیاره. حالا اگر از سمت جنوب به سمت شمال حرکت کنید و پشتتون به غرب و روتون به شرق باشه، زمانی که بین نقطه M و N قرار میگیرید، در این وضعیت آنتن حالت پاندول رو به خودش میگیره و این شرایط مربوط به ضلع غربیه که شما پشت به غرب و رو به شرق با آنتن دارید عملیات جستجوتون رو انجام میدید، چه در چپگردش چه در حالت پاندولش. حالا در ضلع شرقی اگر شما پشت به شرق و رو به غرب داشته باشید، در زمانی که از قسمت شمال ببینید پشت به شرق و رو به غرب در ضلع شرقی باشید، از شمال به سمت جنوب حرکت بکنید، در نقطه بین M و N شما پاندول خواهید داشت و حرکت و واکنش آنتنتون به صورت پاندولی خواهد. این از شمال به جنوب در ضلع شرقی پشت به شرق رو به غرب بین نقطه M و N یا نقطه مقابل هدف شما پاندول خواهید داشت. پس اینا باید رعایت بشه و اگه با تغییر ویدیوهای های ترشد این اتفاق ها بیفته، دوباره شما هدف مورد نظرتون اینجا نخواهد. حالا در ضلع شرقی یا همون ضلع وقتی پشت به شرق و رو به غرب دارید و حرکت میکنید به سمت مرکز هدف، بین نقطه N و M شما چپگرد خواهید داشت، از جنوب به شمال در ضلع شرقی پشت به شرق و رو به غرب هستید، شما این واکنش رو به این صورت خواهید داشت که آنتن چپگرد خواهد. پس در حرکت عضلا در شرق و غرب پشت به شرق رو به غرب یا پشت به غرب رو به شرق حرکت آنتن ها در جهتی که از سمت شمال به جنوب میاید متفاوت است. پس شما اگر در ضلع غربی پشت به غرب و رو به شرق باشید، به نقطه مقابل هدف خواهید رسید، پاندول خواهید داشت، از جنوب به شمال در ضلع غربی پشت به غرب و رو به شرق در نقطه مقابل هدف حرکت پاندول خواهید داشت، و در ضلع شرقی پشت به شرق رو به غرب وقتی حرکت میکنید، از شمال به جنوب زمانی که به نقطه M و N یا مقابل هدف میرسید حرکت پاندول خواهید داشت. درست دو نقطه مخالف هم در جهت متضاد همدیگه این شرایط برای اپراتور پدید میاد و گفتیم اگر عدد ویدیوهای تغییر بدید باز همین حرکت شکل بگیره، اونجا اون هدف مورد نظرتون نیست. اینا فقط در صورتی قابل قبوله که با اون هدف مورد نظر این ترکیب پدید بیاد. حتی اگه اون اعداد رو شما زمان تمرین یا زمان تست یا زمان کارتون یا مشخص کردن هدف جدا سازی کردید، یعنی شما جای دیگه مشخص کردید که اینجا فقط با ویدیوهای 55 ترشد 45 میگیره، ولی وقتی این پاندولا رو میاد تو این شرق و غرب ها میگیرید یا میاد چپگردا رو میگیرید، میبینید با
اعداد دیگه ویدیو هم جواب میده. پس اینجا هدف مورد نظرتون وجود نداره. و در جریان اندازه‌گیری ها بعد اندازه‌گیری ها با دقت انجام میشه. حالا در این مسیر باز اگر شما از ضلع غربی پشت به غرب رو به شرق از شمال به جنوب بیاید، بین نقطه M و N شما چپگرد دارید، و اگر در ضلع شرقی پشت به شرق رو به غرب باشید و از جنوب به شمال بیاید، در نقطه بین M و N یا نقطه مقابل هدف چپگرد خواهید داشت، و اینها هم دوباره نقاط مخالف همان که این شکل رو پدید میارن، و اپراتور بعد همه این مسیرها رو در جریان چپگردها، راستگردها، پاندولها، همه اینا رو به دست بیاره تا بتونه اون کیفیت مطلوب رو در جداسازی مشخص بکنه، تعیین بکنه و بتونه وضعیت هدف رو در تعیین اهداف یا در حرکت‌های پاندولی یا جداسازی اونها یا چپگردها و راستگردها مشخص بکنه، هم با عدد ویدیوهای مورد نظر و هم با اعداد ویدیوهای دیگه.